میدونین چی به سر خونه های قدیمی و تاریخی و با قدمت اصفهان اومده؟ با من همراه باشین. هنوز دلنگران تخریب بافت تاریخی شیراز و عمارت باغ فردوس بودیم که خبر اومد سه خونه تاریخی در جنوب نقش جهان اصفهان تخریب شد. خونه های متعلق به اواخر قاجار و اوایل پهلوی که نه تنها هر کدوم به تنهایی دارای ارزش تاریخی بودند، بلکه قرار گرفتنشون در جنوب میدان نقش جهان و جنوب غربی مسجد جامع عباسی، دو اثری که به ثبت جهانی رسیده اونها رو ارزشمندتر کرده بود. اما مسئولین میراث فرهنگی و شهرداری به راحتی حکم به تخریبشون دادن. شاید عمق فاجعه وقتی بیشتر برامون هویدا بشه که بدونیم مسئولین این دو شناسنامه ملی بخشی از هویت ما رو نابود کردن که در عوض پارکینگ بسازن. پارکینگی به وسعت 1100 متر مربع که هر مترش میلیون ها تومان قیمت داره. یعنی بعضی افراد خاص خونه های تاریخی رو با قیمت کم از مالکانشون میخرن و با تکیه بر روابطی که دارن مجوزهای لازم رو از میراث فرهنگی و شهرداری میگیرن و به راحتی این خونه ها رو تخریب میکنن و به زمین بکر تبدیل میکنن و متری حدوداً 100 میلیون تومان به بالا میفروشن. بد نیست بدونیم اتفاقاً در بین این سه خونه تاریخی تخریب شده یکی از سوی میراث فرهنگی ستاره دار دارای ارزش تاریخی اعلام شده و دو تا خونه دیگر رو کارشناسان برای ستاره دار شدن پیشنهاد کرده بودند. ستاره دار بودن یک بنا یعنی اون سازه دارای ارزش تاریخیه و اجازه بازسازی، تخریب و نوسازی نداره و فقط میشه اون ملک رو طبق الگوی اصلی مرمت کرد. از این باغ بری میرسه آقا ما یه چی امروز پی بردیم امشب اینجا میدانه نقش جهان اصفهان این طبقه بالشو ببینید در داره و پنجره اینجا الان درشو کندم و این طرف در رو با گچ پر کردم ببینید اما اون سمت هنوز پنجره و درش هم. اما در دوره‌ای که کل آثار تاریخی ملی حتی اونهایی که ثبت جهانی شدن مثل میدون نقش جهان هیچ ارزشی ندارن، طبیعتاً نمیشه انتظار داشت از مابقی آثار فرهنگی و تاریخی مراقبت بشه. حیف این تاریخ، حیف این آثار باستان. کاش کسی دلش برای این تاریخ کهن میسوخت. بدرود تا کوچه و پس کوچه‌ای دیگر.